ساعت شنی، وضعیت مبهم، تراز منفی، وضعیت نچندان امیدوار کننده و بحران، کلماتی است که برای توصیف وضعیت بانک‌های ایران در حاکمیت آخوندی به کار می‌رود. البته کارشناسان اقتصادی واژه بحران را برای این وضعیت واژه‌ای ضعیف می‌دانند. حتی اگر این واژه ضعیف یعنی بحران را بپذیریم، باید بدانیم که علت این وضعیت بحرانی چیست. دلایل بحران بانکی. نخستین عامل دولت است که برای جبران کسری بودجه‌اش وام‌هایی را از بانک‌ها دریافت کرده ولی توان پس دادن آن را ندارد. میزان بدهی دولت بنابر اعلام رسمی رسانه‌های رژیم 235 هزار میلیارد تومان است. البته این بدهی غیر مستقیم روی سر مردم خراب می‌شود، چون وقتی دولت از بانک‌های داخلی وام می‌گیرد، نقدینگی افزایش پیدا کرده و به دنبال آن تورم هم افزایش پیدا می‌کند که بهای آن را مردم می‌دهند. عامل دیگر سرمایه‌گذاری در بخش زمین و مسکن است که بانک‌ها صدها هزار میلیارد تومان در این بخش سرمایه‌گذاری کردند. اما از آنجایی که خانه‌های ساخته شده بلا استفاده مانده‌اند، این سرمایه در آنجا حبس شده. عباس آخوندی وزیر مسکن و شهرسازی رژیم در جلسه رأی اعتماد در مجلس در این باره گفت: آمار سال 95 نشون میده 2,587,000 خانه خالی داریم. این تعداد در سال 90 630,000 بوده، یعنی ظرف 5 سال حدود 2,000,000 خانه خالی به ایران اضافه شده. مؤسسات مالی هم در این بحران نقش مهمی دارند. آنها با سودهای کلانی که می‌دادند، بانک‌ها را مجبور به رقابت و بالا بردن سود بانکی کردند که به ایجاد این بحران کمک کرد. تحریم‌های بین‌المللی که به دلیل حمایت حکومت آخوندی از تروریسم و ماجراجویی هسته‌ای وضع شده‌اند، یکی دیگر از دلایل ایجاد بحران بانکی هستند. در نتیجه این تحریم‌ها، بانک‌های ایران از دسترسی به بازارهای مالی جهان محروم شده‌اند. عامل بعدی مطالبات معوق است. به این معنی که مبالغ نجومی چند هزار میلیاردی توسط بعضی اشخاص حقیقی و حقوقی دریافت شده که اینها نمی توانند و نمی خواهند این وام ها را برگردانند. این وام ها تنها روی کاغذ جزو دارایی های بانک هستند و عملا وجود ندارند. بنابراین به این دارایی ها دارایی های مسموم گفته می شود. میزان این دارایی‌ها در کل شبکه بانکی کشور 200 هزار میلیارد تومان برآورد شده است. البته به گفته یوسفیان ملا، یک نماینده مجلس، 80% معوقات بانکی دست 400 نفر میباشد. میتوان حدس زد که این 400 نفر چه کسانی هستند. بفرمایید، خواهش می‌کنم. یه توصیه نامه دارم برای دریافت وام. در حال شما چی داری؟ تصدقتون برم، حالتون خوب هستین؟ چقدر وام میخواستم قربان قربونتون برم؟ 2,000 میلیارد تومان. 2,000 میلیارد ناقابل، خواهش میکنم. اشتغال زایی میفرمایین 2,000 میلیارد؟ نه، در تخصصم نیست. در تخصصتون نیست؟ کار تولیدی انجام میدین؟ اونم در توانم نیست. در توانتون نیست، خواهش میکنم. پول پس میدین؟ فکر نمیکنم، جزء برنامه‌ام نیست. جزء برنامه‌تون نیست، خواهش میکنم. پول قراره تو ایران هزینه بشه؟ نه خیر، قرار فردا بعد از ظهر فرار کنم. بله، خواهش میکنم. تا کی تو حسابتون باشه قربان؟ تا فردا صبح. اطاعت هم میشه. با در نظر گرفتن تمام موارد ذکر شده، چشمانداز تبدیل شدن بحران بانکی به ورشکستگی بانک‌ها دور از انتظار نیست.